بزنیم، بریم بزنیم. روز 21 چالش شطرنج سریع آنلاین و میخوایم بازم شطرنج سریع بازی کنیم توی سایت chess.com. بازی 10 دقیقه، برای هر بازیکن 10 دقیقه وقت داریم و حریف سریع هم اومد. e4 c5 میبینیم بازی میکنیم دیگه. چک نکردم اکانتش رو که از کی وارد سایت شده. 26 نوامبر 2023. 2023 بود یا 2022؟ الان مگه نوامبر نیست؟ سیسیلی سه آه 2020. اوکی اوکی، سه درده سیسیلی آلاپین و یک لاین جالب فیل در به یک لاین جالبیه. خب اسب F6 پیاده A2 رو فعلا نمیزنم، نگهش میدارم برای خودش. فیل D6 دو فیل رو بهش دادم ولی پیاده ضعیف D4 رو داره. چه حالی میده شطرنج بازی کردن. بازی کنید با روحیه خوب، با انرژی خوب، حالتون خوب باشه وقتی شطرنج بازی میکنید، توی لحظه حال باشین و زیاد به چیزهای دیگه دقت نکنید. خیلی مهمه که آدم بتونه در لحظه باشه و لذت ببره از چیزها. یکم حالا فیل 3-4ش البته نه مسئله ای نداریم چون وزیر A5 دارم همیشه. پیاده دش را اگه دقت کنید یکم ضعیفه، میتونم رخ D8، ستون C هم مهمه، خونه C3ش هم الان یکم ضعیف شده با حرکت B3. هر وقتم فیلشو بذاری 3-4 وزیر رو میپرم A5 خیلی راحت و ساده. H5 هم دارم ولی یکم جناه شاه رفتنش سخت. وزیر رو بندازیم A5 بدون فکر زیادی. خونه های سیاه رنگش همونطور که گفتم ضعیفن. B4 رو خیلی دوست دارم، D5 هم دوست دارم. مسئله دوست داشتن هاست. بله استاد، بله. پس بزنیم D5. فیل D2 رو فیل B4 دارم. به 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 به، چه خونه هایی، چه صحنه ای رو شاهد هستیم. به به، استاد اینو بده من. خب اینم رخشو کجا میره؟ الان از B4 هم دارم. به به، خونه های سیاه رنگ رو دقت کن. این B3 که بازی کرد خیلی قشنگ کرد وضعیت رو. از B4 چیکار میکنی استاد؟ فیل D2 B5 باور کن، رحم نمیکنم بهت. اصلا چه وضعیتی شده، اصلا چه حالی. بریم B5 بزن. آه اینو میزنه. از سه وزیر یک فورس B5 فیل مثلا E2 پیاده A2 رو میتونم حداقل بزنم. B5 فیل در D5 میزنه. از سه پیاده A2 رو ندارم چون رخ در A2 میزنه. یه لحظه، از سه وزیری یک، از B4 رخی دو، B5 جوری دفاعش میکنه. بریم، تفاوت نگرفتم. خب B5 سری و فیل D3 میکنه، از B4 چجوری دفاع میکنه؟ رخی دو تک حرکته، بعد B5. به 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 به، فیلم تکون بده، اسب رو برمیگردم 3-3 ندارم. ولی خب اسب رو برمیگردم F6 D6 یه جایی فکر کنم تفاوت رو گرفتم. به 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 به، شطرنج هر بازی قشنگ. اینم داشتی؟ اینم داشتی؟ به پنج رو بریم. حواسم به رخ D1 نبود، اشکال نداره هیچ. مثلا فیل B2 فیل C3 هم دارم. این قشنگ وضعیت عشقه. فیل اینجا، از اینجا فقط وزیرم کاش آچمز این وزیرش نبود. وات؟ خب باید ببرم دیگه.
مسئله خاصی نیست، مسئله خاصی نیست اصلا. فیل در 3 1، رخ در 3 1، ب در 3 4 اینو زد، میتونم آ دو رو بزنم مثلا، یه پیاده حد اقل جلو هم. خب غیر از اینها فیل در 3 1 و ای 4 رو بزنه. خب مسئله اینه که اگر اسب رو برگردم میتونه اینو بزنه، بعد بزنم به 5 رو بزنه، پس فرصت بازگشت ندارم. زدن زدن به نظرم اینو اول بزنیم، یه پیاده حداقل گرفتم، حداقل یه ایده سه سه بزنه، با وزیر بزنم این پیاده رو میگیرم، پیادم هم روند است. به نظر قوی تر میاد، بریم سه سه رو بریم. وزیر در آسه، وزیر فیل در آسه، وزیر در آسه، پیاده آدو مال خودمه. تهدیدهای حریفم خوبه گهگاه نگاهی بندازیم. خب G6 رو بازی کنم، اگر E6 رو بزنه رخی 8 هم دارم. خب بریم G6 رو بازی کنیم، تهدید مات داشت با وزیر و اسبش. حالا اوکیه، وزیر 4 یکم خطرناک شده دیگه. H5 حمله جالبی رو پیدا کرد اون طرف، دمش گرم، خوب بازی کرد، حواسم به این نبود، اونم داره لذت میبره از بازی. حالا میتونه آسر رو بزنه، بعدش G4 کنه، ایده G4 رو داره اینجا توی بازی. از این در آسر رو که پریموو میکنم ببینم خب G4 خب من باید مات رو دفاع کنم، الان تنها وظیفم اینه که مات رو دفاع کنم، چون اون ورون پیادم وزیره. 3 2 G در H5، 3 در D1، وزیرم اگه بتونه بیاد جناح شاه خوب میشه، حتی شاه G7 هم دارم که اگه زد تو H5 رو خب بذارم یه چشت. از دری 6 میزنه، یکم خطرناک. خب خیلی هم زمان ندارم، باید وزیر رو برگردم. A5 میزنه تو H5، وزیر رو بذارم F5، جالبه ولی خطرناک. خب اول ببینم 3-2 رو میتونم بازی کنم. 3-2 چه در H5، 3 در D1، رخ در D1، رخ 3-1، H در G6، رخ در D1 کیش، شاه بالا، رخ 3-1 نکنم چی؟ مثلا چی کار کنم اون وقت؟ رخ 3-1 نکنم، شاه G7، G در H5، رخ اینجا، استری 6، افتری 6، وزیر کیش، خطرناکه. دیگه چی دارم؟ 3-2 بازی کنم، اینو میزنه، بزنم میزنه،
مات میشم. اون وقت ندارم شارژ هف کنم بزنه رخ اینجا. نمی بینم دفاع رو، دفاع رو نمی بینم. باید وزیر رو برگردم. وزیر فنج بازی کنم یا بزنمش؟ بزنم با وزیر بزنه. اون بزنه بهتره. حالا شاید دو رخ جی یک داره. سه دو فعلا اینو برم. خب اسب رو بذارم د سه، رخو بذاره جی یک، اسب رو بزنم تو این میصرف. بریم سری. تونستم شاه جی هفتم بازی کنم. عجب بازی شده. بازی عجیب غریبیه. شاید ببازم، شایدم ببرم، معلوم نیست. لذت میبریم دیگه. سر وزیر آ5 خیلی فکر کردم، ولی خب چیکار کنم، باید فکر میکردم دیگه. چیزای دیگه جواب نمیدادن. خب از در 3-1 رخ J1. بعد از اینکه رخ جی یک رو بازی کرد، اسب بی دو، اسب اف شیش، شاه جی هفت، وزیر اچ هفت. بریم ببینیم چی میشه. مات نمیشم فکر میکنم. یه فراری پیدا کردم. شاه جی هفت چجوری میخواد ماتم کنه؟ آه کیش مساوی داره. شاه اچ هفت رو چیکار میخواد بکنه؟ رخ جی یک رو میتونم بزنم، اسب بی دو کیش بدم. بریم شاه اچ هفت. مساوی رو قبول نمی کنم. خب دارم میبرم فکر میکنم. اسب اف 6 رو، وزیر چیش دارم، رخ جی 1 رو میزنم، بزنه اسب کی، شاه بالا، وزیر، و وزیرم از اینجا هم از شاه هم دفاع میکنه. فکر میکنم برنده باشم. اسب اف 4 وزیر اینجا، رخ جی 1 میزن، وزیر چیش، آها کیش دوبلم. من حواسم نبود اصلا که کیش دوبلم، فکر کردم میبرمش. خب دیگه باید مساوی رو قبول کنم دیگه، کاری نمیتونم بکنم، مساوی رو باید قبول کنم. کیش دوبل رو ندیدم، یعنی خیلی خوب بود که کیش دوبل هم بابا اینجا. خب چیکار کنم، شاه جی هفت باید بیام دیگه. بازی مساوی شد، دوتا ریتینگ گرفتم، جالبه. حالا گیم ریویو رو هم بزنیم. خب این حریف 2578 بود، دو تا داد شد 2576. بریم ببینیم چه اتفاقی در این بازی افتاد. میگه 1800 تا استاد بزرگ هم در جهان هستند. خب سیسیلی 3-3، اینا تئوریه. فیلیسش خوب نیست، میگه باید فیل G5 بازی میکرد. درسته حرفش. من توی شروع بازی برتری رو گرفتم، اینجا چیزی نمیگرفتم ازش. خب از 3-3 اسب 4 میگه B5. خب B5 فیل دسه، وزیر A6، وزیر 3. این که برتری سیاهه میدونم، ولی من فکر کردم
اسپیچار خودم هم که حرکه یک رخ دی یک به پنج هم درسته، فیل سه یک رو خوب بازی کرد زدم، بازم حرکه یکش رو میزنه بی دقتی. حرکه یک خودته بابا، سه سه یه این از جه پنجه اومد همه برنامه ما رو خراب کرد. وزیر چهار اچ پن، فیل دراسه، وزیر دراسه، جه چهار، من وزیر آ پنج هم اشتباه بوده. سه دو، جه در اچ پنج، سه در ده یک، رخ در ده یک، من اینو حساب کردم، رخ سه هفت. ایده ای که باید میدیدم ایده این الگو رو خب بلدم، ولی اینجا یادم نبود که یه همچین الگویی وجود داره. سیاه بهتره، یک و نیم پیاده سیاه بهتره، حالا شاید میتونستم ببرم این وضعیت رو. اما سه دو رو ندیدم، یعنی رخ سه هفت رو ندیدم، وزیر رو برگشتم آ پنج، شاه جه هفتم گفتم میزنه سه دو اینو بزنه، رخ هشت میکنی، وای این ایده رو اصلا به ذهنم نیومد، اصلا کیش بده مات نیستم، شاه میره اف 6 جالبه. وزیر آ 5 خودم غلط بوده، نه اینم مساویه، شاه اچ 1 سه دو، رخ سه یک، اس ده سه، اس پنجا، اس در سه یک، کیش، شاه اینجا کیش، جا مساویه دیگه. خوبه، بهتر بودم تو شروع بازی، یکم بهتر از حریفم بازی کردم، ولی خب ایشونم خوب بازی کرد واقعا توی آخرش، دمش گرم، خسته نباشیم جفتمون. اینو بزرگترم میشه، پلی رو بزنم برم سراغ بازی بعدی، ببینیم بازی بعدی چه خواهد شد. من بازی بعدی رو احتمالا مهره سفید داشته باشم. حتما حتما با لایک هم از ویدیو حمایت کنید و اینکه صاف بشینم که پشتم گردنم به خصوص آرتروز گردن نگیریم و اینکه لذت هم ببریم از شطرنج. مهمه بازی اول، حالا فکر میکنم لذت بردیم، بازی خوبی بود، حریفم حریف سالم و درستی بود. حالا من سعی میکنم از این به بعد توی ویدیوها زیاد راجع به حریفان صحبت نکنم، شاید واقعا کسی که من یکم بهش شک میکنم شاید هم کاری نکرده باشه و بهتر اینه که زیاد کاری به کار حریف نداشته باشیم، روی بازی خودمون تمرکز کنیم، این مهمترین چیزه در شطرنج و اینطوری شاید بتونیم بازیمونم بهتر باشه، کمتر تحت تاثیر حریف تحت تاثیر حریف نباشیم خلاصه، و تا جایی که میتونیم با انرژی و با قدرت بازی کنیم. یکی از دوستان گفته بود باید انجینم بتونی ببری، حالا اگه انجینش خیلی قدیمی باشه، اگه مثلا خودشم بخواد یه جاهایی رو کم کاری کنه، از انجین خیلی استفاده نکنه، خیلی سخت کوش نباشه در استفاده از انجین، شاید بشه یه کارایی کرد، ولی دیگه یارو با انجین کلم بخواد بازی کنه ما هیچ کاری از دستمون بر نمیاد، واقعیتش این دیگه ثابت شده هستش، چون که ما انسانیم و اونا کامپیوتر. خب نمیخواد حریف بیاره بازی، ریتینگی که حریف برام میاد از 2343 تا 2893. یه مشکلی که این چالش چیز داره، چالش چی بهش میگن، سریع، رپید، اینه که بازیکنهای خوب اینجا خیلی کمن، مثلا به جی ام و اینا خیلی احتمالش کمه بخورم. یه دونه آی ام خوردم کلن توی این، چند تا اف ام هم خوردم البته، ولی خب چون بحث آموزشیش هست و باعث میشه که ما حالا یه چیزایی یاد بگیریم خوبه. یکم هم شطرنج ذهنیمون رو تقویت کنیم، شروع بازی قبلی رو به یاد بیاریم که چه اتفاقی افتاد. ای چهار، سه پنج، من سیاه ها رو باز قرمز نشون میدم، سه سه، اول اسب اف سه بازی کرده، اسب اف سه بازیاتون هم یادتون بیاد خوبه، من اسب رو به سه شیش گذاشتم، حریفم سه سه بازی کرد، این سیسیلی سه سه، سیسیلی آلاپینه که حالا من با ده پنج جواب دادم حرکه سوم رو، ای در ده پنج، وزیر در ده پنج، وزیر من به مرکز صفحه اومد. چرا مرکز وزیر رو سریع به مرکز آوردم توی بازی قبلی؟ حالا اگه ذهنی نمیتونید میتونید برید بازی رو بچینید روی صفحه برای خودتون، ولی اینکه ذهنی تمرین کنید خیلی مهمه.
چون که حریف فعلا نمیتونه با اسبش توی خونه سه سه به وزیر من حمله کنه، پیادش توی سه سه اگه دقت کنید. حریف بعد از این حرکات پس یه بار دیگه میریم ای4 c5 اسب f3 c6 دفاع سیسیلی c3 d5 ای در d5 وزیر در d5. حالا حریف من d4 رو بازی کرد و اینجا من فیل رو به f5 گذاشتم، یکی از شاخه ها هستش. حریف من فیل رو به e2 گذاشت و بعدش من d4 رو زدم با سه و ایشون با پیاده سه پس گرفت. حالا داره اسبش رو به سه سه میذاره، من با فیل زدم تو b1 که با رخ بزنه، دو فیل رو بهش دادم ولی وزیرم رو تو d5 نگه داشتم، پیاده منفرد وزیر داشت حریفم و به این شکل من تونستم حالا از مقابل این پیاده منفردش بازی کنم. حریف بعدا b3 بازی که خونه های سیاه رنگش رو ضعیف کرد و من اومدم از این خونه ها استفاده کردم. اشکالی که بازی من داشت این بود که دفاع رو در زمان مناسب پیدا نکردم، وگرنه همه حرکاتی که بازی کردم درست بود تا اونجایی که یادمه. شاید اونجایی که b5 سریعتر به جای sb4 بازی میکردم بهتر بود. اشکال بازی این بود که اونجایی که لازم بود دفاع رو بازی نکردم. خب بریم e4 بازی کنیم. ام پاپا بازی هم کردم بعد. حالا خوب از 2011 تو سایت، دمش گرم واقعا، خیلی بازیکن قدیمیه و خیلی وقت توی سایت. اس دفاع سیسیلی، دو تا بازیمون دفاع سیسیلی بوده، خوش به حال اونایی که سیسیلی دوست دارن. e6 d4 سیسیلی تایمانوف رو شاهد خواهیم بود اگر آشیش رو بازی کنه، به خصوص اسم ها رو هم دیگه حالا از روی بازی تایمانوف یه بازیکن قدرتمندی بوده که این لاین رو بازی کرده. این شاخه رو من مقابل خیلی از بازیکن ها بازی کردم، شد سیسیلی دو اسب، چهار اسب، ببخشید دو اسب نیست، این چهار تا اسب، نزدیک بود اسبامو یه جا دیگه بذارم، اسب e4 ایده سه چاره، وزیر سه هفت اف چار، خیلی لاین باحالیه این لاین. وزیر اگه به بی 6 بذاره حالا سه چار میکنم، خیلی لاین جالبیه و من چندین بار این رو بازی کردم. خوبه الانم داره در زمانمون صرفه جویی میکنه، وقتی شروع بازی ها رو بلد باشین توی زمانتونم صرفه جویی میکنه. چه اسب قشنگی دارم، با مهره هاتون مهربان باشین. سه چار اسبشو برونیم عقب، فیل به چار کیش بده. میدونید چی بازی میکنم؟ اگه بدونید چی بازی میکنم یعنی هم ویدیوهای کانال رو کامل دیدین، هم درک خیلی خوبی از شطرنج دارین. اسب سه حرکت خیلی خوبی نیستش به نظرم. وزیر دی سه، سفید یه برتری رو میگیره به نظر توی این شاخه ها. اگه بزنه با رخ میزنم، فکر کنم یه بازی گری کاسپاروف توی این وضعیت وجود داره با مهره سفید. حریف لاین رو بلد نیست. اینجا دیگه فیلد دو رو دارم یا ندارم؟ اینجا چرا دارم فیلد دو، ولی چرا بازیش کنم؟ دیگه رو ایسه نیستم فیلد دو بازی کنم. پس اینجا هم یعنی شاهی دوه، حرکتی که اونجا مقابل فیل به چار بازی میکردم شاهی دو بود، اینجا هم شاهی دو یا شاه. از سه سه که هیچ وقت، فیلد دو هم منطقی پشتش نیست توی این وضعیت. بریم شاهی دو، مطمئن نیستم توی این وضعیت شاهی دو درست باشه ولی خب بازیش میکنم. میزنه F1 و میزنم چون خونه های سیاه رنگش خیلی ضعیفن، شاه من امنه. تو F3 میره شاهم، شاهم میره تو F3 تو این وضعیت ها. حالا واو واو، فیلاشیش داره. واو اشتباه کردم، گن زدم. آره گن زدم، بازم گن زدم. البته یه شاه اینجا خیلی جذاب دارم ها، بازی جالب میشه. فیلاشیش بسه دیگه، ندارم که بزنم، فیلاشیش میبازم. شاه بریم F3 نمیدونم الان اسب A5ش اجباری باشه خب خیلی جالب میشه. بسه آه استری پنکیش، بد شانسی آوردم. وزیر بسه رو چیکار میکنه؟ فرض کن همه اینا تئوری باشه. وزیر بسه
رو اسبشم بازم، رو فیلشم هستم، خیلی هم فکر نکردم. جالبه، خیلی جالبه وضعیت، حالا همچین وضعیتی رو نداشتم. شاهم تو F3 چی بگم والله، چی بگم که من نمیبینم این با تهدید میاد. ندیدم با تهدید میاد. وزیر A4 رو میزنه، بزنم وزیر رو میذاره B5، بهت بزنم میزنه، اسپش برمیگرده تو بازی. نباید وزیر A5 میکردم واقعیتش. گن زدم، گن زدم رفت، گندیدم. حالا بازم وضعیتم رو دوست دارم، ولی خب ای بابا، بیا عقب داداش، بیا عقب. فیل ایسه هایی دارم، اسپش اینجا یکم گیره، اسچه پنجایی دارم اگه قلعه بره. خب آس فیلی هفت، B4 است، B7 اینم جالبه. فعلا اینو برم، جالب. خونه این F6 رو میتونم بگیرم ازش، بگیرم یا نگیرم؟ بریم که بگیریم. خونه F6 رو بگیریم ازش. چه عجب، این چی بود؟ ای در F6 D5 اسب پیش میدم، بزا بزنه اگه میخواد بزنه. شجاع G7 رخ D1 D5 D5 نداشته باشه یه زمانی. D5 آی ای در D6 میزنم. فیل C5 خیلی خوبه، بزنه با رخ وزیر میزنم، داریم وارد خونه D6 میشیم. F7 D5 و ای در D6 میزنم. شاید فکر کرده وزیرم در نمیره، ولی وزیری 5 ندارم. عجب عجب، اسممو دادم.
وزیری پنج. راهی نداره دیگه، نه اصلا گیر کرد، حواسم نبود، حواسم کجا بود؟ بعضم خیلی خوب شده بود، یهو گیج زدم. وزیری پنج رخ در اف شیش. چی هست توی این وضعیت که من دنبالش برم؟ هیچ، بازندم دیگه. یه دونه میتونم اسب توی هشت کیش بدم، یه دونه تو اچ پنج. وزیر کجا میخوای بری وزیر؟ ای بابا، با شاه که نمیزنه، با رخ میزنه، چیکارش کنه؟ چیکاری نمیتونم. هیچی دیگه ندارم. خوب بازی کرد، منم بد بازی کردم. رو آنپاسان حساب کرده بودم، وگرنه این کارا رو نمی کردم. فکر کردم آنپاسان کنم بازی رو میبرم، وگرنه تعویض فیل ها رو انجام نمیدادم. اشکال نداره بریم، حالا بازندم دیگه چیکار کنم؟ با این یکی رخ میزنه، وزیری پنج، شاه اف هفت، ده هفت، رخ ای هفت، وقت تسلیمه دیگه. بعد از اینها چیزی وجود نداره واقعا، نمیدونم دیگه. حالا بازی هم باید بررسی کنیم، باید ببینم کجا رو اشتباه کردم. خوب ده پنج، F5، ده پنجش خیلی خوب بود، جفتشون دوست داشتم. وزیری پنج خوب بازی کردمش کرد. نزار اف هفت دیگه، یه جا دیگه بذار. ده هفتم بازی کنم، رو خو میذاره ای هفت، کجا چیکار کنم؟ پس ده هفت رو خی هفت. دقل اسبش نیاد تو سه چهار، فعلا ادامه بدیم. کار تمومه البته، ولی خب چیکار کنم؟ جای بهتری نداره وزیرم بره. بهتر نه، ندارم. تعویض وزیرها به نفع ایشونه. اسب به هفت اومد، چیکار کنم؟ داره میاد اینجا، اینجا یه اسب اضافی داره. چیکار کنم؟ چیکار کنم؟ هیچ کاری نمیتونم. شعر بخونم. جه چار، حرکت بعدیم جه چار. اسبو نذاشت. آه اینو گرفت، بیا عقب. چرا دارم ادامه میدم؟ زیرا، جواب چرا همیشه زیراست. بیا یه چیزی گیرمون اومد، حالا چیزه چقدر چیزه نمیدونم، ولی یه چیزی گیرمون اومد. از این سه هفت شا افش، چه حرف شدش؟ نمیتونم بزنمش که.
چون کیش میده وزیر در F4. فرض کن بذاره با وزیر فشت ماتش کنم، خیلی خوب میشه. فرض کن یه شانسایی دارم که مساوی بگیرم، نه؟ چجوری میخواد؟ کیش؟ مساوی رو گرفتم به خدا. اینجا کیش بدم که میره داخل، ولی اینجا کیش بدم چی؟ کجا میره داخل؟ بره داخل که FF ماته. کیش؟ مساوی شد بازی. وای، یعنی الان باید چه خودش رو لعنت کنه که این کار رو کرد. خب ندارم بر برد بزنم که، نه نه دیگه، رو راضیم بازی مساوی شد. عجبا عجبا عجب، بازی مساوی شد. گیم ریویو، دو تا بلاندر داشته این بازی. از خر بازی شطرنج کیست؟ شطرنج نیست. خب 87 به 87 کجا رو گن زدم؟ خب از پیسه وزیر D3 فیل به 4 شاییدو غلط. یه حسی به میگفت فیل D2ه، ولی خب میگفتم آقا دیگه رو این نیستم. آقا رخ 3-1 قراره بیام، قله رو مثلا چیکار باید بکنم؟ رخ 3-1 بعد اگر مثلا فیل A6 قرار بزنم تعویض وزیر بکنم، تعویض وزیرها به نفع منه. این اسبم خیلی قشنگه، اگه درستش چیه از طرف یک که رخ طرف یک میزنم مشکل ندارم. A5 حرکت درستش، بازم قرار بزنم تعویض وزیر بکنم. الان یه چیزی یاد گرفتیم از شروع بازی این بازی با بررسی این بازی. A5 به این دلیل خوب بود که میتونه همیشه آدر به 4 بزنه، منم باید آسه کنم، زد با شاه بزنم، اسب 5 بزنه، فیلم خیلی بهتره، فیل D3 سفید مختصر بهتره، F3 رخ B8 شاه 3 سسپیسه. حالا دیگه شروع بازی رو یکم باید با عمق بالاتری بررسی کنی، ولی میگه میتونی اینو بدی و بعدش بیای ستون این پیاده. میگه مهم نیست توی بازی، ولی این که این فیلش خیلی فیل بدیه. خب بالا کافیه، من این پیش بیا دیگه خودم بقیهش رو بازی میکنم. رخ F1 رخ G1 هر حرکتی اوکی. من شاییدو بازی کردم، از طرف 3-4 ندیدم واقعیتش، فکر کردم مجبوره که از طرف F1 بزنه یا اسبو برگرده. حتی اسبم برمیگشت مشکل چندایی نداشت، ولی از طرف 3-4 ندیدم. شاه F3 فیل A6 وزیر B3 هم بد بود، باید وزیر C2 رو بازی میکردم اینجا، وزیر B3 بازی کردم، تازه F5 هم داشته. F5 EF D5 این چیز طبیعیه توی این ساختار. وزیر D4 هم داشته، اسب A5ش خیلی میگه خوب نیست، وزیر C2 تازه به نفع من شده. پیلیسه وزیر C7 از G5 G6 از B4 F5ش خیلی خوب بوده، F5ش خیلی خوب بوده. اسب F6 G7 رخ D1 اینجا باید D5 بازی میکرد، همین اسبم هم گیر کرده اونجا. اینجا باید G4 بازی کنم، بزنه شاه G2، شاه اسبم خونه پیدا میکنه و یکم بازی جالب میشه. فیل C5 زد زد D5، اینجا حواسم نبود که اسبو دادم. میگه بزن تو B6، بزن تو H7، نه اینکه بازنده است. کیش خودم بد نبود، بازندم دیگه، کجا رو
گن زد اینجا اوکیه، اینجا زد پیادم، اینجا رو خب بذار D8 تمومه دیگه، اینجا رو خب بذار D8 تمومه، اینجا رو خب بذار D8 تمومه. وزیر E4ش یکم کار برای خودش سخت کرد، شایسته ریزی کردم H6 وزیر B8، یه وزیر بذار D3، بعد H4 وزیر D8 زد، احتمالا با G5 ماتم میکنه. حالا غیر از اینم داره، فکر کنم تنها راه بردشه، چون شاه تکون بده وزیر D3 شاه H4 G3 بازی کنم ماتم، شاه H4 وزیر G5 کیش هم داره آخه، شاه H5 کیش نداره دیگه، از D8 مثلا یا وزیر D8، وزیر D8 نکتهش اینه که اگه اینو بزنه وزیر E8 کیش، شاید در اینجا وزیر G6 مات، وزیر H7 رو میزد، وزیر H8 و وزیر H7 میکرد، ایشون ندید و G5 بازی کرد توی این وضعیت و بعد وزیر F8 بازی با مساوی خاتمه یافت. دو تا مساوی داشتیم تا حالا، بریم بازی سوم هم بازی کنیم ببینیم بازی سوم چی میشه. اینم امیدوارم بازی قشنگی بشه. بازی دوم هم قشنگ بود، شروع بازی رو بد بازی کردم. خب از کی اومده تو سایت؟ خب هست، چند ماهی هست. بریم بازی کنیم. انگلیسی رو بازی کرده، یه 4 ماهی هستش توی سایت، نباید خیلی بهش مشروب بشیم. بریم بازی کنیم. 3-4-3-5 چرا فکر میکنی؟ فکر میکنه به ماچ، به ماچ آقا، به تو چه ربطی داره فکر میکنه؟ تو بازی خودتو بکنم، بازی خودش رو میکنه، شاید اینترنتش مشکل داره، کاری براش پیش اومده، داره کاری انجام میده. فیل G2 مثلا، خب هر بازی کنی اینجا فیلشو G2 نمیذاره، ولی خب ایشون گذاشت. سخت اینجا مثلا، خب از قبل ندونی انگلیسی بازی کنی و بیا انگلیسی بازی کنی، باید هر حرکت رو فکر کنی. E4ش یکم امیدها رو به کمپ ما برگردون که همه چیز اوکی و سالمه. من میخوام با E6 جواب بدم، نه با E5. فیلم رو باز نگه دارم. منم میتونستم فیلم رو مثل اون ببندم، ولی من خوب بازی میکنم، دوست دارم فیلم باز باشه. البته خیلی بازی هم اگه دیده باشین فیلم رو میبندم، ولی خب این بازی بستمش. اون دوتایی که از اون بند خدا گرفتم، این بند خدای دیگه ازم پس گرفت. یعنی قشنگ شطرنج بازی کردن تو لول، مثلا توی مسابقات هم همینه دیگه، میری یک عالمه مثلا بازی میکنی، یه تورنمنت خوب بازی میکنی، ریتینگ میگیری، مثل همین مثلا کاروانا توی قهرمانی آمریکا، بعد میاد توی مثلا گراند سوئیس همش از دست میده. اینجوریه دیگه، یعنی کلا کارلسن اون همه ریتینگ گرفت، حالا ازش پس گرفتن. H3 A6 اون دنبال جناح شاهه، منم دنبال جناح وزیرم، تا ببینیم کدوممون موفق خواهیم بود. الان میخواد D4 کنه، باید اسبم رو به D4 بذارم، نذارم که D4 بازی کنه، چون در اون صورت پیاده D6 هم ضعیف میشد. خیلی این اسبم رو اینجا دوست دارم. ترهمه بیا دیگه بابا، رخ بیکم بیام جلوتر، رخ بهش به پنجه. چقدر حال میده شطرنج بازی کردم، بازی باحالیه. سعیم نکنید همه رو به شطرنج تشویق کنید، اونایی که شطرنج دوست دارن براشون بفرستین ویدیوها رو. ولی کجا میخوای بری؟ خیلی عجیب بود این تصمیمش، نه؟ حتی D5 بزنه میزنم، یه لحظه بزنه میزنم، بزنه میزنم، بزنه میزنم، باور کنید D5 اگه سالم باشه خیلی خوبه دیگه، سالمی D5 بتونم بعدش 3-4 رو بزنم، سالمه دیگه، D5 هم سالم. اینجا داشتم اینو میگفتم، شطرنج رشته ما دو دسته آدم داریم، بازی کنن آدمایی که شطرنج بازی میکنن، آدمایی که شطرنج بازی نمیکنن. همه رو به شطرنج نمیخواد علاقه من کنید، اونایی که شطرنج بازی میکنن خب آدمای مخصوصی هستن دیگه، همه که قرار نیست شطرنج بود، اگه همه قرار باشه بازی کنن دیگه جالبی نداره دیگه، این هم در نظر داشته باشی. و اونایی که شطرنج دوست دارن برشون بفرستیم ویدیو رو، حال کنن با بازی شطرنج. اونایی که کارهای ذهنی دوست دارن برای اونام شاید خوب باشه. بعضیا من میشنوم توی کامنت ها مینویسین که علاقه من شدم به شطرنج با این ویدیو، خیلی خوبه خیلی. خب
شطرنج یه لولی داره، تا یه لولیش مثلا یکی حرکات مهره رو بلد و اینها جالبه براش، ولی بیای راز و رمز بازی رو کشف کنی دیگه میفهمی اوف چه داستان ها دارد این شطرنج. یه دونه به پنجم بندازم، تنش رو به منتها علیه خودش برسونیم، بریم و حال میده دیگه. این اینجا رو بندازیم توی جنگ ببینیم چی میشه. میخوام 3-4 رو که میزنم با اسب نتونه پس بگیره. درسته من میخوام پیاده دوبلم رو آب کنم، ولی نه به هر قیمتی. هر قیمتی هم نمیشه دیگه. بازیکن خوش فکریه، انگلیسی خیلی بازی میشه این روزا، خیلی بازی میشه دیگه. البته مثلا این بازیکنی که انگلیسی بازی کرده، این دیگه مثلا الان بیشتر شبیه سیسیلی بسته شده، یعنی این بازی هم سیسیلی شد، یعنی مثل اینی که 4-3-5 بازی شده باشه بعدش سفید 3-4 هم کرده باشه توی بازی. اگه دقت کنید مثلا این وضعیت رو انگار این که سفید با 4 شروع کرده با سیسیلی بسته بازی کرده. تو سیسیل بسته ها معمولا پیاده تو 3-2، حالا تو این بازی تو 3-4، همونه دیگه، همون وضعیت سیسیلی بسته است با پیاده توی 3-4. پس خیلی شبیه، منم دارم طرح سیسیلی بسته رو بدیم و این ویدیو کلا شدیم سیسیلی باس. یا خدا چی بود، بذار حرفم تموم شه. به 4 اگه بتونه بازی کنه داستان ها داریم. مسئله است حالا حریف که فکر کرده، نمیدونم کامل فکر کرده به ته و توی ماجرا یا نه. این فکر کنم حق باهاش. آخه اگه A5 بازی کنم A3 میکنه، A4 درستش اینه دیگه. بریم، نباید بزنم B4 کنه. پیاده 3ش رو باید، درست رونده شده ولی خب میتونه ضعیفم باشه حالا از این به بعد دیگه، و من کارم اینه که نذارم یه حامی برای این پیاده ایجاد بشه و به سادگی هرچه تمامتر بهش حمله کنم تا ببینیم چی میشه. فیلم بتونه به B7 برسه، پیادم هم A4، راهی غیر از A4 برای من نذاشته چون داره B4 بازی میکنه. یه دونه از 3-6 هم دارم که در اون صورت میزنم تو D5 خوشم نمیاد. حالا میشه هم نه واقعا خوشم نمیاد چون بعدش بزنم اسبو میذاره F4. خودم نمیتونستم B4 کنم چون میزد و بگه میزدم با رخ در A8 ادامه میداد. بریم پیشبینی همچین ادامه ای رو داشتم. وزیر در بسه، وزیر A5 حرکت جالبیه که به اسبش میشینم و اسبش جای چندان مناسبی نداره بره. پیاده B5 هم دفاع میکنم دیگه. حالا بازی جذاب کدوم کشوره؟ یه لحظه مراکش نیست، ویتنامه یادمه. چی رو یادت؟ از این B4ش هم حواسم نبوده. حالا خب E4 رو اگه بزنم میتونه با فیلم بزنه، با یه جایی یه روزی بزنم این چارشو، ولی کیش رو نمیدونم فعلا. اگه با این چار میزدم مثلا با پیاده میزد خوب بود، ولی خب با اسب میزن اسبشم میشینه اینجا. فیلو اگه به B7 بذارم اون وقت رخ B1 بازی کنه، دفاع از این پیاده یکم مشکل خواهد بود استاد. وقت فیل 3-6 اوکی بریم. چون
اسبم ده پنج هم دارم، یعنی برم به هفت اسبم ده فیلو برم سه شیش از ده پنج دارم، یکم هم برتری زمانی دارم، میتونم ازش استفاده کنم. ریلکس ریلکس شطرن ریلکس بازی کن، همه چی اوکیه. خیلی وقتا تصمیمایی که ما میگیریم چه روی بازی شطرنج چه توی زندگیمون ناشی از استرس، شرایط روحی روانی خودمون. اگه ریلکس باشیم شاید تصمیمای بهتری رو بگیریم. امیدوارم که توی این ویدیو تونسته باشم رسالت کانال رو بهتر نشون بدم. ندیدم. اونم میتونه با اسب وزیر من حمله کنه که، ولی خب من میتونم بزنم، اونم زد، اینم بزنم، این اومد اسب برم ای چار سه شیش، قشنگه که، بزن اینم بزن، خاچار نرم، نه پیاده ده چارم زیر زد. اوف اوف اوف، چرا یکو نزدم، چرا یکو حالا هشتو میزنه، ولی خب بازم دیگه خیلی خوب شد چون دسه دارم، اصلا حواسم به دسه نبود. رخ درا یک ددری تونستم او آچ مزم، میتونه ده چار رو بزنه آچ مزم، ولی اونم آچ مز میشه. چه فیلمیه بازی، چه بازی فیلمیه، چه فیلم بازیه، چه چیزیه، هر کی به هر کیه. فکر کن، من فکر نمی کنم فیل دری چار زد. یا خدا بزا بزنم. حالا که آهشت رو دیگه نداره باید اینو بزنم. خب یه لحظه عزیزان من، رخ در آیک رو مجبوره که با اسب پس بگیره، دس رخ در آهشت، ده دری دو، رخ در اف هشت، نه نمیشه. آیکو بزنمش. آره دیگه چرا نزنم، چون اگه ده سه بازی کنم آ هشتو بزنم اسبو میذاره اف چار. خب حالا که اسبو گذاشت اف چار، کم کار منو سخت کن، اینو بده من. باید حواسم این پیاده روندش هم باشه، این بازی هم مساوی نشه خوبه. به چی داری فکر میکنی داداش؟ دیگه باید با اسب بزنی، اسب از سه شیش ها من دیگه فکر نکنم، چون این پیاده رو دارم میگیرم. رخ به یکم بیاد، رخو میذارم اینجا، باید ده سه، از سه دو ده سه، از به سه از در به چار، داره ده چار رو بزن، از به سه ده سه، از به چار از در به چار، برو که زمان تلف نشه علکی. رخ به یک داره و از به سه، از به سه ده سه، از به چار از در به چار. امیدواریم که پیادمون زنده بمونه. میتونستم رخم هم بیام، ولی خب گفتم پیاده وقتی هست چرا نگیرمش. دفاع از پیاده از واجبات اینجا، خب میتونه شاهش جه پنج دارم میام، ای پنج هم دارم میام، ای پنج از ده پنج بزنم رخ در ده سه، ولی جه پنج قوی تر ظاهرن، اینکه رو زمانش هم کمه، اینم خودش یه قدرتیه خودش. فیل ای پنج، حتی به این نمیتونم فشار بیارم. افشرف آیا کار درستی کرد؟ کمش فیلت شیشه،
دسر رو نداره با هیچ کدوم بزنه. بعد دارم ای پنجم میکنم، اصلا دسر رو با کدوم میخواد بزنه؟ بذاریم بزنه، بذارم بزنه، بعدش فیل به دو دارم، استر به دو میزنه. اوف غلط، بیدم فیل ده چهار کنم، اینو زد. فیل چیش خیلی تابلوه. فیل به دو هم ندارم، ده دو اسب سه، فیل سه سه اسبی دو. ندارم تابلو بازی کنم، چیکار کنم؟ فیل ده چهار بد نیست، سه شیش استر، سه شیش یه پیاده جلو. فیل چی شاجه دو، بریم فیل چی شاجه. نداره دسر رو بزنه، ولی خب شاه رو میاد مثلا. شاه رو بیاد ای پنج. خوبه ای پنج، خوبه. What؟ چی؟ آجی من یه ساعت دارم اینو محاسبه، نکنه نمیتونم پیادش رو بگیرم. فیل در اف چار، جه در اف چار، رخ در دست، رخ در دست، اس در دست، سه شیش. از سه پنج سه هفت، از به چار سه هفت. اوف حالا میتونم بیام پیاده بزنم دیگه، چیکار کنم؟ چه چیزی دید، چه چیزی دید. با رخ بزنم، با رخ میزنم، با از سه شیش بازندم، از طرف چارم به پیاده نمیرسم. با اسب بزنیم دسر رو، پیاده سه پنجش رو میگیرم در نهایت. حالا بحث اینه که آیا این وضعیت، من این وضعیت رو چجوری بهش برسم؟ بیام زد بزنم، میرسه پشت پیاده، شاید جه هفت سه هفت، شاه جه هفت سه هفت، رخ اینجا، رخ زد، رخ درون، این بهتره، این بهتره که بتونم رخمو بندازم پشت پیادم. الان میتونم رخمو بندازم پشت پیاده. چه رخ سه؟ نه بلش کن. خب حالا رخم رو تونست جای خوبی بلوکه کنه، این رو قبول دارم، ولی خب بازم باید بتونم برسم به اون سمت. شاه و بیام میاد، بیام میاد، بیام میاد، بیام میاد. آره همینو بریم. خب اینو که راحت تر کردی برام، حالا میتونم رخم رو تکون بدم. رخ اینجا رو میخواد چیکار کنه؟
این که تونستم رخم رو به پشت پیاده رونده ببرم خیلی موضوع مهمی بود به نظر خودم. این بازی رو تونستم ببرم، 2497 شدم. هنوز البته فکر میکنم یکم ریتینگ بعدا دوباره بهم اضافه میشه. خب انگلیسی که تبدیل به تقریبا سیسیلی بسته شد، استعاره‌ای که خیلی هم راجبش حرف زدی خوب نیست، به پم بازی کن. با تو این همه گامبی بنکو بازی میکنی اینو چجوری نمیبینی؟ این همه گامبی بنکو بازی میکنی اینو چجوری نمیبینی؟ آره اگر خودتو بذاری به 8 اون دره 4 میکنه قبول، ولی میتونی به 5 تو بری. از 4 رو زد، از به 1 E5 E5 هم قبول دارم، D5 هم خوب نیست، یا همون B5 رخ به 8 یا E5 تو این بازی. D5 از D2 B5 کلن میگه میزد یه دونه بعد فیلش رو اول باز میکرد بهتر بود اینجوری. خب فیل منم باز میکرد، بازم میگه بزنه، بعد 3-5 ایشون 3-5 رو یه ضرب بازی کردن، میگه میزد بعد 3-5، 3-5ش بس ایده خوبی بوده. میگه E5 بازی کن، اصلا نمیفهمم، اون B4 داره میاد من چیکارش کنم؟ اصلا فیل B7 B4 میگه مهم نباشه برات این پیاده روند، برو بازی خودتو بکن، مثلا E5 بازی کن، A4 کرد بازی تو بذار D7، اتفاقی نمیفته، مرکز خیلی خوبی داریم. A5 A3 بازم همون جریانات، A4 هم بد نیست. میگه ول کن کلا اون ورو، به چرا میزنی؟ البته اینجا رو موافقه که زدم، وزیر A5 وزیر B4 فیل B7 هم اوکیه، وزیر در B4 هم اوکیه، D در E4 هم اوکیه. این تعویضش بد بود، رخ در A1 از 3-6 خوبه، D3 یکم زیاده روی همون رخ A8 که بعدن گفتم بهتر بود. D3 اسب F4 اسب در B4 رخ D1 رخ D8 از 3-1 فیل 6 هم بد نیست، D2 هم هست، اسب در D3 واقعا زیبا بود، من این ایده رو ندیدم، اگه الان با رخ میزدم بازی رو میباختم، بعد 3-6 بازنده میشد. خب میگه از در دستد اوکی، 3-6 و شاجه هفتم ببینید حرکت درسته. B4 هم خوب بوده، B4 C7 C8 رخ در D3 رخ در این مسئله ای هم نیست این رخش بیاد پشت پیاده من، چون من فکر کردم اینجوری نمیدونم اینو باید با کامپیوتری چیزی بردارید، یعنی با خیلی انجین خیلی دقیقی خیلی سخت تصمیم گیری راجع به این وضعیت که آیا برد داره یا نه. رخو میتونم به 3-1 B1 برسونم، حالا نمیدونم رخش ولی فعال. الان من تصمیم گرفتم که چیکار کنم، کلاسیک بازی کنم، شاه G7 بذارم زد، رخو بذارم C8 اینو زد، رخ اومد اینجا، رخو بذارم B7، بعدش شاه اومدم E5ش دیگه بازنده کرد کار. ولی خب چجوری باید این بازی رو نجات میداد؟ میگه همینجا نگه دار، تو B4 نمیتونی بلوکه کنی، شاه بذار اینجا، شاه اومد اینجا، حالا من میتونستم از F6 هم بیام فرقی نمیکنه، شاهی دو شاهی هفت، شاه هم باید بیاد اینور. چه دفاع جالبی میگه، میگه رخو بذار D3 نذار رو شاه بیاد تو، اگه روند حالا شاهت نزدیکه، اگه روند حالا شاهت نزدیکه دیگه، مثلا اینجوری میشه رخ B4 F3 B2 کیش B1 یه جوری میبنده بازی رو، من نمیتونم وارد شم، شاه برم F6 چه طرحی، مثلا همین رخ C3 بازی کنه، رخ B5 مثلا با ایده رخ H5 رخ A3 یا رخ D3 اگه برم H5 اینو بزنه بزنم، حالا یه شانسایی دارم ولی خب احتمال مساویش هم زیاده. بازی دفاع درستش این بود که حالا ندید و رخ رو B4 گذاشت، شاه من نزدیکتر شد، E5 هم که بازی کرد دیگه من خیالم راحت شد که این بازی رو میبرم، واخم وارد شد و اینجا دیگه تسلیم شد. اینم از این بازی.
ریتینگ هم 2497، 2500 در نظر بگیریم حالا فعلا. امیدوارم که امروز لذت بیشتری برده باشین. آیا اینطور بود؟ لطفا توی کامنت ها بنویسین. از شطرنج و زندگی هم لذت بر.